فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن که شوهری به همسرش بگوید اگر بگوید بدون اجازه من اگر رفتی بیرون طلاق هستی، و همسر هم رفته باشه خانه برادرش، ولی همسرش یعنی شوهر در حالت نشعه و دیوانگی بوده که این حرف رو زده، آیا طلاق واقع میشه یا نه؟ در این زمینه انسان من همیشه توصیه کردم که موارد طلاق را به خاطر حساسیتی که داره سعی بکنند که رو از علمای منطقه خودشون سوال بکنند، با توجه به اینکه یعنی کل شرایط را، کیفیت تلفظ طلاق را، یا اصلا تلفظ کرده یا نکرده، چه جمله‌ای را بر زبان آورده، به صورت ماضی بوده، مضارع بوده، این تمام این موارد را باید دقیقاً توضیح بدن تا اینکه بشه یک حکم قطعی و 100% رو در این زمینه در واقع صادر کرد و فتوای مطابق با واقعی رو در واقع انسان بگویه. نظر شخصی بنده در این زمین این است که زمانی که یک فردی بنابر تهدید، نه به خاطر مشروط گذاشتن طلاق، ما دو مورد در اینجا داریم، یکی هست که مشروط گذاشتن طلاق هست و یکی دیگر در واقع تهدید به طلاق هست. مشروط کردن طلاق بدین معنی هست که یک فردی تصمیم گرفته که زن خودش را طلاق بدهد، زن خودش را طلاق میدهد، برای وقوع طلاق یک چیزی را شرط میکند، خودش تصمیمش این است که زن را طلاق بدهد. مثلا میگه روزی که پدرت به خانه اومد تو طلاق هستی، یه روزی که فلان مسافر از سفر برگشت تو طلاق هستی، یه روز هر وقتی که نمیدونم آفتاب طلوع کرد تو طلاق هستی، سر ساعت 12 تو طلاق هستی. خب این میخواد طلاق بدهد، منتها طلاق رو مشروط کرده بر یک سببی، هر وقتی که اون اتفاق بیفته طلاق هم واقع شده. اگر هدف ایقاع طلاق بوده، یعنی طلاق را معلق کرده به این بفعه یک حادثه و یک اتفاقی، در این صورت طلاق واقع شده. درست. اگر در واقع گفته باشه که مثلا طلاق هستی، اون طلاق در اون صورت واقع میشن. اما مورد دیگری رو داریم که جز تهدید به طلاق هست، یه قسم به طلاق هست. تهدید به طلاق یه قسم به طلاق. تهدید به طلاق مثلا این که اگر فلان کار را انجام دادی من تو را طلاق میدهم، من تو را طلاق میدهم، این در واقع تهدید به طلاق است. با این طلاق واقع نمیشوند. اگر کسی به منزل به مثلا همسر خودش گفت که اگر به منزل همسایه رفتی من تو را طلاق میدهم، این تعبیر طلاق میدهم، چون در این حالت طلاقی واقع نشده، ولی اون که اون زن به خانه همسایه برای طلاقی واقع نمیشوند. این مسئله دوم. مسئله دیگر این است که یک فردی به همسر خودش میاد اگر از منزل بیرون رفتی تو طلاق هست، اگر خونه همسایه رفتی تو طلاق هستی، یعنی اینو بر گذشته هم میکند، فعل ماضی رو به کار میبرد، یا که من تو رو طلاق داده ام، یا اینکه حالی رو بیان میکند که در حال تو طلاق هستی. در این صورت اگر هدف اون در واقع تعلیق باشد، همون گونه که قبلا عرض کردم، طلاق واقع شده. اما اگر هدف قسم خوردن به طلاق باشد، این یک نوع یمین شمرده میشود، یک نوع قسم شمرده میشود، گرچه رأی اکثر علما در این زمینه هم این است که این طلاق واقع شده، تفاوتی رو قائل نشدن، عموم فقها تفاوتی رو قائل نشدن در میان این که این حرف رو از روی تهدید، از روی قسم به طلاق گفته باشد، یا اینکه طلاقش طلاق معلق یا مشروطی باشه. هر دو مورد رو یک در واقع حکمی رو صادر کردن. اما بسیاری از محققین و خصوصا از معاصرین نظرش این است اگر بنابر در واقع یک نوع تهدیدی بوده و یک نوع قسم به طلاق بوده، در این صورت طلاق واقع نمی‌شود و این حکمش همون حکم قسم به طلاق هست، و حکمش هم این است که در واقع یک کفاره قسمی رو ادا بکند، کفاره قسم رو بدهد، یا اینکه 10 مسکین رو غذا بدهد، یا به 10 مسکین لباس بدهد، یا اینکه اگر نمیتواند 30 روز روزه بگیرد. انشاءالله هیچ اتفاقی دیگه در این زمینه نمیافتد. اما بازم من همیشه توصیه میکنم که این موارد رو از خود علمای منطقه بپرسند. شاید مثلا پدر خانم شما یا اقوامشون مثلا نظر دیگری رو داشته باشند، نظر یکی دیگر از علما رو در واقع معتبر میدونند، در این صورت در میان شما یک نوع اختلافی به وجود میاد. پس بنابراین بهترین است که این گونه موارد رو از علمای منطقه خودتون که شرایط رو دقیقاً از شما میپرسند، از اونها در واقع دریافت بکنید. و نظر بنده هم در این مورد این است که اگر این قسم به طلاق شمرده میشد، یعنی گوینده تصمیم طلاق رو نداشته، یک نوع تهدید به طلاق بوده، قسم به طلاق خورده، در این صورت طلاقی واقع نمی شود و حکمش همون حکم قسم هست که یک فردی در واقع قسم خورده
خورده باشد و کفاره‌ش هم همون کفاره قسم هست.